به نام یاد خداوند مهربان، السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به افطاری امروز. آرزو داریم که جور و صحت و سلامت باشین در هر کجایی که هستین و از این روزهای مبارک خوب استفاده کنیم. امروز روز 23 ماه مبارک رمضان است. ما و شما در یک ماه فرصت 3 دهه را داریم. دهه اول دهه رحمت، مغفرت و حالا دهه رهایی از آتش جهنم که جریان داره و امید دارم که مورد لطف و مغفرت و رحمت خداوند یکتا همه ما و شما قرار گرفته باشیم. هدیه و موجب برنامه را تقدیمتان میکنیم. برنامه افطاری را با همکار خوب ما آقای پوپلزی یک ساعت با شما هستیم و آرزو داریم در یک ساعت موضوعات را که در این برنامه تقدیمتان میکنیم مورد پسندتان باشه. بخش مساعدت و استفاده از موضوعات دینی بسیار خوب و آشنایی با علمای دین و این فرصت خوب است که در یک ماه بیاموزیم و همیشه ای را به یاد داشته باشیم. زه هم خپل پوار سره خپل د مینی ډاک سلامونه د تلو ټلویزیون او لمر ټلویزیون ګران لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې له چې روغ او ربټ حسین نننۍ ورځ مو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی وي او زموږ سره یو ډیر ښه روژه ماتی ولرئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې همدا شیبه خپل ټلیفونونه جګ کړئ او موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ. 4-5 شپږ ته زنګ ووهئ. د ژبې د ټاکلې وروسته شپږ 2-4 کیګاګي ستاسو پیغام موږ ته راورسیږي. او همداراز تاسو کولی شئ چې خپل لیکل شوي پیغامونه هم همدا شیبه خپرونې ته راولیږئ او موږ همدا شیبه خپرو او ټول هیوادوال د ټلویزیون د پردې پر مخ لیدای شي. ستاسو لیکلي پیغامونه 6-5 شمېرې ته واستوئ، موږ ته رارسیږي. او زموږ د خپرونې ایمیل ادرس هم دی iftari@tulu.tv. انشاءالله چې یو ښه روژه ماتی ټوله یو ځای سره ولرو. لاړ به شو د خپرونې لومړنۍ برخه به پیل کړو د ښاغلي محمد اصغر وکیلي پوپلزی سره. تشکر از همکارای خوب ما، سلام تقدیم میکنم به شما عزیزانی که همین اکنون بیننده برنامه افطاری از تلویزیون های طلوع و لمر هستین. الله متعال جل و علا شانه طاعت و عبادت همه ما و شما را قبول و منظور بفرمایه و از این فرصت های خوب ماه مبارک رمضان امید است که نیک استفاده بکنیم. امروز هم قراری که وعده داده بودیم و برای شما که سوالات دینی که دارین، خصوصا در رابطه با ماه مبارک رمضان و سوالات در رابطه با روزه رمضان با ما در جریان بگذارین تا ما از مهمانای عزیز خود پرسان بکنیم و شما هم پاسخ سوالات را پیدا بکنین. از این جهت ما امروز دکتر عبدالمتین شهیدی، استاد پنزه شرایط پوهنتون کابل را دعوت کردیم تا به سوالات شما عزیزان پاسخ بگویند. سلام جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. یکی از دوستای ما از جمهوری اسلامی ایران سوالی را مطرح کردن جناب استاد که اونها گفتن ما در یک فابریکی خشت کار میکنیم، از طرف شب نمیتونیم که نماز تراوی را بخوانیم و روز را روزه میگیریم. آیا این نماز نخواندن نماز تراوی در روزه ما کدام مشکل را ایجاد میکنه؟ یعنی یا اگر ایجاد میکنه ما چی کاری را بکنیم تا بتانیم نماز تراوی را مصوابش پیدا بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل القرآن في رمضان وأصلي وأسلم على رسوله الذي علمنا أدب البيان وعلى آله وصحبه الكرام. قبل از همه تشکر از اینکه ما را در برنامه افطاری دعوت نمودین. زنده باش. و در قدم دوم سلام به همه بینندگان تلویزیون طلوع. الله متعال طاعت عبادت همه ما شما را مورد قبول و پذیرش خود بگرداند و از جمله کسان بشمارد که این ماه مبارک رمضان را روزه گرفتند، نماز خواندند و از دروازه ریان به طرف جنتش داخل شوند. در رابطه به نماز تراویح، نماز تراویح در اسلام سنت است. سنت نظر به دیدگاه های فقها و محدثین و اصولیین به این معناست که اگر انجام داده ثواب میگیری و اگر انجام نداده مرتکب کدام گناه نمیشی. پس خواندنش ثواب دارد
و نخواندنش نظر به اعذار که انسان دارد مرتکب کدام گناهی نمی شود. تنها این قدر است که اون ثوابی را که می خواهد به دست بیاورد از او ثواب محروم می شود. بنان یک فرقی هم بین فرض و سنت های نمی است که فرض انجام دادنش لازمی است و ثواب دارد و ترک کردنش گناه دارد و سنت برخلافش است. اگر نه بین سنت و فرض بعد هیچ فرقی نمی بود، اگر می گفتیم که خواندنش الزامی می بود. بنان برای برادر میگیم که نخواندن سنت تراویح به این معنی نیست خدای نخواسته که روزیت نشود و یا که مرتکب کدام گناه شوی. انجام داده ثواب میگیری و اگر انجام ندادی روزیت به مشکل کامل انشاءالله مورد قبول الله متعال قرار میگیرد و مرتکب کدام گناه نمیشوی. سپاس جناب استاد. دوست دیگه ما سوالی را مطرح کردن، گفتن که اگر کسی در ماه مبارک رمضان از طرف روز در گوش خود یا در بینی خود یا در چشم خود قطره استفاده میکنه به خاطر درد، قطره چکان استفاده میکنه و یه مقدارش در گلون میره، آیا روزه را مکروه میسازه یعنی؟ در رابطه به استعمال قطره از طریق گوش یا چشم یا بینی اختلاف دیدگاه ها بین فقها ها وجود دارد. تعداد از فقه های را قیاس میکنند به خوردن و نوشیدن. اگر ای به حلق برسه به حنجره و بلخواه به طرف میده، اینها ای را میگن که مکروه کننده روزه هست، چرا که به اندازه طعام و نوشیدن این نمیرسد، تنها روزه را مکروه میکند. تعداد دیگر از فقه ها به این نظر هستند که چکک به معنای خوردن و نوشیدن نیست و نه از مجرای طبیعی خوردن و نوشیدن استفاده می شود. بنابراین یک مسکن است و مسکن سبب فساد و بطلان روزه نمی شود. و نظر شخصی ما هم همیست که نظر به اجتهاداتی که وجود دارد و دلایلی که در این مورد مطرح شده است، چکک سبب فساد روزه نمی شود. بله. ولیکن باز هم اگر بسیار لازمی نباشد، احتیاط در عبادات واجب است که انسان تا قدر امکان باید از احتیاط کار بگیرد. اگر نه که نظر به توصیه دکتر بود که باید حتما استعمال میشد، انشاءالله امیدوار هستیم که سبب فساد روزه نخواهد شد. بله. دوست دیگه ما هم سوالی را مطرح کردن در رابطه با این که اگر کسی روزه را میگیره ولی که نماز نمیخوانه، آیا روزش مورد قبول قرار میگیره یعنی؟ یک تعداد مردم تو فکر میکنند که گناه شاید سبب بطلان تمامی عبادت ها شود، در صورتی که عبادت جای خود دارد و گناه جای خود دارد. به می اساس در قرآن کریم الله متعال می فرماید و من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پس به می اساس خوبی ها از خود میزانی دارد و گناه ها هم از خود میزانی دارد. ی حکمت الله متعال است که به اساس همین میزان که کدامش ثقیلتر است نزد الله باز امو محاسبه میشه در روز آخرت. بله. پس یکی از اسمای الله متعال صفاتش رحیم هست و دیگرش رحمان هست. از لطف و کرم و رحمت الله متعال نمیسته که حسنات گناه ها را از بین میبرد، نه اینکه گناه ها حسنات از بین ببرد. بل اگر به شکل معکوس می بود که گناه ها حسنات از بین می برد، پس هیچ مفهومی به رحمت و رحمان الله چیزی نمی ماند. پس هر کسی که گناه می کند نزد الله شمرده می شود ولو که کوچکترین گناه هم باشد و حسنات در جایش است. اگر انسان کدام گناه را انجام می ده، انسان از اشتباه می کنه، پس پیش رویش انجام دادن حسنات است، تلاوت است، ذکر است، نماز است، توبه است، حج است، زکات است، تا اینکه ای همه گناه هایش چی کند محو بکنه. تشکر. قضیه برعکس نیست. بله، زنده باشین. تشکر. بیننده های عزیز، حالا یک وقفه کوتاه داریم و در ادامه با ما باشین. بیننده افطاری از طلوع هستین، همتان را یک بار دیگر خوش آمدید میگم و حال هم بخش مساعدت و همدردی است و امروز در برنامه با ما یکی از ورزشکاران نامدار و محبوب افغانستان و قهرمان تکواندوی دنیا آقای نثار احمد بهاوی هستند.
باهوی صاحب خوش آمدید میگم و بسیار تشکر باهوی صاحب از اینکه در بخش مساعدت و همدردی افطاری سهم گرفتین. بسیار تشکر، سلامت خدمت شما و همگی هموطنان ما و خداوند عباداتی که در ماه مبارک رمضان انجام میتیم به درگاه خود قبول گرداند و خداوند همگی مسلمانان را کمک کند، اتفاق اتحاد نصیب ما بگرداند به برکت از این ماه پربرکت و این مصیبت هایی که هر روز در وطن ما بدبختانه و متاسفانه جریان داره از بین بره تا همگی در یک فضای برادری و صمیمیت و دوستی اتفاق و اتحاد زندگی کنیم و همگی خوش بگذرانیم انشاءالله. و تشکر از این که من را دعوت کردیم. سلام علیکم. ما هم می آرزو را داریم و تمام مردم افغانستان می آرزو را داره. چطور از ماه رمضان چطور میگذره؟ در این ماه شما ورزش میکنین و یایی که این ماه برای ورزش نیست؟ به ورزش است، خود معنای از این میام خودشم یک نوع ورزش است که تو استراحت میتی، بدنت استراحت میتی میدیتا و فوایدی که داره، یکی از فوایدش که مو اعتماد به نفس تا به بسیار وجه احسنش بالا میبره. مثلا در روزای عادی اگر ما نیم ساعت یا یک ساعت آب نخوریم چشم ما میپاله که در کجا ما آب پیدا کنیم، اما از صبح که میخیزی مغزت مثلا تو میگی که من تا شام آب نمیخورم و هیچ غذایی نمیخورم، این خودش اعتماد به نفس انسان بسیار بالا میبره، بغیر از فواید دیگه که ما این مبارک رمضان داره. و ورزش هم میکنیم در ماه مبارک رمضان، اما کم، به خاطر که بدن در جریان ورزش قوی یا ثقیل که تو انجام میتی آب نیاز است که باید تو بگیری، اگر باز آب نگیری مشکلات صحی برات پیش میشه از لحاظ گرده و اینا که دکترای ما بهتر میفهمن این گپا. جان از اون خاطر کم تمرین میکنیم در ماه مبارک رمضان. با بی سه تو رژیم ها گرفته تو فرضا کرده به خاطر کم کردن وزن که رمضان در جریان است. پرشان هیچ مشکلی نخواهد بود. ما یک مسابقه که در سال 2006 رفته بودیم اسم ما نظر به وزنم اشتباه شده بود، مثلا ما در وزن 79 کیلو 80 کیلو باید اشتراک میکردم، برای داده بودن 72 کیلو، یک اشتباه شده بود. در کل ما وزنم عادیم بود 76 و 500، یعنی 4.5 کیلو ما در یک ساعت مجبور بودم کم کنم وزن و چی حالات که سر ما آمد تا اندازه که موی سرم ماشین کردم و قانون می است که پیش از امو یک ساعتی که وقت با وزن کشی میمانه باید تو دوم یک ساعت تمام کنی وزنت، در غیر از او باز دیسکالیفای میشی، یعنی اشتراک کردن نمیتونی در مسابقه. حالا خوب از سحری خورده میتونه، خوب برچی دل شما در سحری خوب میتونه، افطاری خوب میتونه. شما موفق شدین کم کم؟ ما موفق شدم، ما بسیار مشکل حتی امو مربیم مرا گفت که اگر میخوای مسابقه کنی میتونی وزن کم کنی و تمام تیم با من کمک کرد تا که من تانستم 4.5 کیلو وزن خود در سونا در دوش و تمام جمپرهایی که در جان هم تیمی هایم بود تمام شد در جانم میکردن، دو سه تا کلا میپوشید و پوشیده بودم و در سونا سرم رسوان بازی میکردن، سونایی که 100 درجه گرمی است، یعنی به هر حال امو شوق علاقه ای که به ورزشم داشتم و هر بار که مثلا من مدال میگرفتم مردم خودم میدیدم چقدر خوش هستن، همیشه او دم روی میامد و ما روحیه میگرفتم و مبارزه میکردم. بابی صاحب ما شنیدیم که شما به ریاست کمیته ملی المپیک هم کاندید هستین. بله. اگر شما در رأس ورزش باشین چی چیزای و یا چی کارهای در اولویت های کاری شما خواهد بود؟ یکی دو تا را اگر نام بگیرین و کوتا. امیدوارم او روز برسه و تیم ما موفق شود که بتانیم در رأس ورزش بیاییم، نه تنها ما بلکه ما یک تیم هستیم، یک تیم جوانه که میخواهیم تغییر واقعی و جدی در ورزش بیاریم. وقتی که شما در جریان هستین تمام ورزش مشکلات بسیار زیاد خود داره، به خصوص کمیته ملی المپیک افغانستان. اولین کاری که میکنم همه گیره به اتفاق اتحاد دعوت میکنم، تمام فدراسیون تقاضا میکنم که من حیث برادر، من حیث کسی که به افغانستان به ورزش فکر میکنه، نه به اینکه به من شوه به شخصی ما نشه، یعنی یک کار ملی است و باید همه گی ملی فکر کنیم. همه گیره دعوت میکنم که بیاین دست به دست هم بتیم، در ورزش هم دشمن کار میکنه در بین، دست به دست هم بتیم و ورزش از ایالت بکشیم، به خاطر که شما در طول سالیان متمادی دیدین بعد از جنگ که ما یکانه دستاورد خوبه که داریم در ورزش است. ما همیشه به جهان افغانستان خوب معرفی کردیم، ما همیشه آبروی افغانستان خریدیم در جهان، همیشه سرخط ورزش دنیا می بوده، وقتی که ما مدالای جهان و المپیک و فوتبال و کرکت ما نتیجه میگیرن
یعنی ما دیگه دستاورد متاسفانه بگویم که دستاورد زیاده نداریم، اگرچه ما بعد از چند دهه جنگ قبول داریم که وقت گیر است تا که ما خود بسازیم، وطن خود بسازیم، مردم ما یکدیگر را بشناسند، همدیگر پذیر را بشناسند. و از او خاطر ما کسایی بودیم ورزشکارا که زود به جهان معرفی کردیم که ما کیم. بله بله، بدون شک وقت ما کم است، این ماش ورزشکاران هم بازیات تا نره که بالا ببرین که باز بیاین اینجا برنامه و چند روز پیش قهرمان ما محمود میجه بود ماش خودن فکر کنم کمک کردن که ما متاسفانه اگر ما خبر نداشتیم ماشون کم از اگر این کسی باور نمیکنه که یک ورزشکار مثلا ماهانه 700 الی 1000 افغانی در تمام ما معاش میگیره و میره با دنیا رقابت میکنه. از بله آرزو دارم که همه ورزشکارا موفق باشن. سخاوت مندی نثار احمد بهاوی را هم امروز میبینیم، اگرچه که دوستان خیلی شاهدش هستن در ورزش موفق بودن. ولی امیل از میریم قصه زندگی هموطن نیازمند ما رو میبینیم که امروز آقای بهاوی با دیگه هموطنهای ما میخواین که کمکش کنن. محمد شاستم و در چهار بچه یک داره و سه تا دختر در چلستون دشت پایدوله زندگی میکنم. مشکلی ما بدره نمیست، یک کار و بار نیست، بدر بیکار است. از بیکاری نمیست که اونجا بیکاری دیگه اونجا چا میکنم برای خود چا یو او نداریم اونو میدید پنج شش متر شده مورا مورا کند نداریم. یک دو سه سال پیش بدر در چیز قلعه زمان خان میوه فروشی داشتم، کله و کینو و چیزا میاردم، دست مایه داشتم البته یک ده هزار خواهد کارم از او رو میکردم، پیسه هم بگه رفت در خرچی دیگه بدر رفت و کراچی خریدم، پیسه دستم رفت دیگه نیم جنگلی و برای رو گفت بود. وقت اقتصاد ما خوب یه داره چیز پیدا میکردم در اون تربوز و میوه و چیزا در کینو و چیزا یک موزو کار شده میدر در این کراچی کار میکنم. کار میکرد از حال که در شیطر پیش که خوب بوده من اینا ده چند سال که مریض از پیرام شده دیگه کار کنه میتونه دیگه زندگی ما خراب شده. ایسی ما که کمک میشه بدر اول چا میگیریم چا میزنیم بمبا او ضرورت داریم دو میشه می خانه ما بدر روسی و در دروازه نداره یک اتاق جور کنیم دوم بدر خوش آمدین دوستان عزیز، سپاس که با ما هستین. طاعت و عبادتتان قبول. برنامه افطاری را تماشا میکنین. بخش مساعدت آقای بهاوی در استودیو با ما هستن و هموطن نیازمند ما کسی که نامشان محمد شاه مردی کار هستن، پدر هفت فرزند. خودشان صحتشان خوب نبود، دعوتشان کرده بودیم که امروز بیاین، متاسفانه که آمده نتونستن. خانمشان بانو مینا با ما در استودیو هستن. خوش آمدین، طاعت و عبادتتان قبول. تا عبادت خودتانم قبول، روزتان قبول، خدای پاک دگان بودتان که شما که ما کمک کردین. سلامت باشی مادر جان. امو چا چطور شد؟ چایی که محمد شاه او را کندره ایز بالاخره او داده یا نداده تاله؟ نه دیگه وای از پیش از روزه بود. چند متر کندن؟ شش متر کندن باشد. یا تا هنوز آمه او نبر آمدن؟ نه در شست متر در چل متر مبرای اوجا. قبلا ما شنیدیم که محمد شاه میوه فروشی میکرد و تربوز اینا را میفروخت و باز او کار رها کرد و حال کارگری اینا میکنه. آیا میتونه که خرچ و مصارف خانواده و فامیل پیدا بکنه با آسانی در این روزا؟ نمیتونست، مریض بتونه. بچه 15 ساله 16 ساله سو از مکتب خی ماند خاطر خرچ خانه. بچه کلانتا؟ آه اید مکتب نخونده دیگه، مکتب ایلا داد باش که کار کنم، وزیر کنی کنم، خرچ خانه عرقه بیارم. خودم دیگه اون پشم و گوسپند تا میدادم از او خانه، قندار می آوردم، مردم قندار بازوره ویسی قلم کتاب چه اشتکایم پیدا شوه که دخترم یک جای دخترکم 14 سال است، صنف نوی مکتب است، اوگه صنف هشت مکتب است، خوب می خواند، درس لایق است. نام خدا. مینا جان چی فکر میکنین؟ چی مقدار پول میتونه که شما را کمک بکنه و زندگی شما را تغییر بده و بهتر بسازه؟
خود دیگه میتونیم که یک تشناب ضرورت جور کنیم، نداریم. دیگه بمبی اوم بزنیم که از او بیغم شیم که بسیار دو جای خفتنا میریم به کراچی اوم میریم. چطور است که پس محمد شاه تربوز فروشی و میوه فروشی رو شروع کنه برش سرمایه جور شده باشه؟ خود دیگه پیسه باشه هر چیز خریده میتون آدم. بله انشالله اگر اونا پس دوباره کار خودش شروع کنن چای آب هم میشن و مشکل اقتصادی تان هم انشالله حل میشه بخیر. خب بسیار علی بهاوی صاحب، شنیدین قصه و داستان زندگی محمد شاه و همسرشان مینا را که بسیار از بیکاری هم از یک طرف رنج میبره و از طرف دیگه با آب آشامیدنی و با سهولت های زندگی اصلا دسترسی ندارن. اما مینا شما و محمد شاه اگر ما را میبینه شما تنها نیستین، همتنان عزیز ما با شما هستن که نمونه خوب از اونا بهاوی صاحب است که بروز اینجا آمدن در برنامه و میخواه که با شما مساعدت کنن و همتنان خیرخواه، سخاوتمند و خیراندیش دیگه ما در گوشه های مختلف دنیا با برنامه افطاری پول فرستادن و صدقه و زکات خود اینجا فرستادن و میخواهیم که امشب با شما کمک بکنن. بهاوی صاحب آماده هستین که ما پول کمک شده امشب و امروز به خانم مینا بگویم و باز شما هم بگویم که شما چقدر کمک میکنین؟ آماده است. درست است؟ سلامت باشین. پیش از اینکه ما اسامی مساعدت کنندگان و مبالغی که کمک کردند را بخوانم تشکری میکنم از اینکه همتنان ما را امین قرار دادن و پولشان امانت به ما فرستادن تا اینکه ما برای نیازمندا بتیم و انشالله که نام مطمئن باشن میتونن هر روز ببینن که پولشان به کی میره و به کجا میره و دعا میکنم که خداوند به عمرشان و مالشان برکت بده. یک دکتر خدمتگار مردم 10,000 افغانی برای برنامه امروز پول کمک کردن برای شما خانم مینا. خانواده مرحوم قادری 10,000 افغانی، محمد عزیز عثمانی از لندن 6,200 افغانی، پروین پشتونوار از لس آنجلس امریکا 5,000 افغانی، راضیه داراب از امریکا 5,000 افغانی، خانم خانه که نامش نخواست که ذکر بکنیم 5,000 افغانی، جوان تجارت پیشه مقیم لندن 5,000 افغانی، محمد زاهد هاشم تاجر جوان مقیم دبی 5,000 افغانی، هموطن که نخواست نامش ذکر شوه 5,000 افغانی، حاجی و بی بی آجی از تگزاس امریکا 10,000 افغانی، خلیل بهرمند و والدیشان بی بی آجی رابعه بهرمند 5,000 افغانی، جاوید صادقی و مریم صادقی از استرالیا 5,000 افغانی، صفیه لطفی، عبدالغفار ترابی و ناهید ترابی از استرالیا مبلغ 15,000 افغانی بر شما کمک کردند. فامیل یوسف زای به برنامه 35,000 افغانی فرستادند که حصه امروز 5,000 افغانی حق شماست. داوود کندوزی تجارت پیشه ما از آلمان مبلغ 40,000 افغانی به برنامه با بخش مساعدت و همکاری فرستادند که 5,000 افغانی مستحق هستین امروز شما در برنامه. و خانواده مستور از کانادا 5,000 افغانی که مجموعاً میفهمین چقدر میشه؟ 5,000 افغانی هم از طرف برنامه. اون رو ما دیگه هر روز یاد نمیکنیم خوب خیر باشه. مجموعاً میشه 116,000 افغانی و 200. 116,200 افغانی. 116,200 امو بگفتی با ویسه؟ از کل کمی او همی هر جایی که میریم خانه هم سایا میکشه ما را میگه برین بمبا بزنیم دیگه هم از دیگه هم از هنوز بودن نشده پیسه با ویسه هم سر زی پول اضافه میکنن و بعد به دستای با ویسه ای 116,200 افغانی جمع پول دیگه را برای خانم مینا همسر محمد شاه نیازمند میتیم. بفرمایید بابی سه، وقت هم خیلی زیاد کم داریم، فقط 30 ثانیه دیگه در اختیار ماست. ما 40,000 افغانی کمک کردیم و بسیار عالی، پیروز باشیم در هر میدان. شما خوشبخت باشین، انشاءالله همیشه موفق باشین. ای کاش تنها کمک های ما بتانه کاری با وطن کنه، ما همیشه کمک میکنیم. اما بفرمایید 116,200 افغانی جمع 40,000 افغانی. بعد از این ما فکر میکنم باید ۱۵۶,200 افغانی امروز به دست قهرمان ما نثار احمد بهاوی به خانم نیازمند دادن میشه. امیدوارم یک سرمایه خوب به شوهرشان قبول کنه. حالا پس میوه فروشی رو شروع کنین، چای آب بکنین و همچنان
دروازه و کلکینی دا پایتون هم جور کنین. درست هسته؟ انشالله زیب سلامت باشه که هموطن ها احساس آرامش کنن. تشکر از باهوی سیبم که 40000 افغانی مساعدت کردن با خانم مینا. سلامت باشین از اینکه در برنامه سهم گرفتین. خداوند شما را پیروز داشته باشه. کار نیک در هر میدان یک عالم سپاس و همگی علاقمند ازی هستن که شما این ادامه بتین و مطمئن هستم که همه میگی میبینن و شما را دعا میکنن و کسی که کمک میکنن در این دعا شما هم شامل هستین. برای شما تبریک مادر جان آرامش و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. وقفه ادامه افطاری را فراموش نکنید. شما را به ادامه برنامه افطاری خوش آمدید میگیم. لحظات آذان نزدیک شده میره و لحظه شماری میکنیم برای آذان. تقریبا یک دقیقه وقت داریم برای خود آذان. میشه که دوستا چون یکی از موضوعاتی که همیشه ایره یادآوری کردیم باز هم یادآوری میکنم که لحظاتی که دعا رد نمیشه هنگام افطار هست و در این وقت شما میتونین که زیادتر دعا بکنین، بیشتر دعا بکنین، خصوصا برای امت اسلامی و مملکت بیچاره و فقیر و در بدر ما افغانستان، تا ای که خداوند متعال جل و علا شانه دعاهای ما و شما را قبول بکنه و یک صلح سرتاسری و امنیت دائمی را در کشور ما بیاره. حال میریم اسمای حسنا را با هم یک جا میبینیم و میشنویم و بعد لحظه شماری برای آذان و افطار. اسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوانث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شما را دوباره خوش آمدید میگم به ادامه برنامه افطاری. خداوند متعال جل و علا شانه طاعت و عبادت همه ما و شما را قبول بگردانه.
قاری صاحب احمد شایب سکندری با ما هستن و نعت زیبایی را آماده ساختن با هم یک جا میشنویم. قاری صاحب مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. نافه مشکین دل باز کنم این زمان، تا برسد بوی جان در تن کروبیان. نام الهی و ماست قوت روح و روان، حمده و الله مراست مایه امن و امان. اول و آخر خدوست مظهر او کن فکان، ظاهر و باطن هموست نور زمین این و زمان. جام محبت چشم از کف سقای جان، کهل مسیحا کشم در بصر این سجان. کوس محمد زنم بر در یفتا سمان، سکه احمد زنم در زر کون و مکان. بهره از الموجن از نم سقای جان، بری از الموجن از نمنای قلم. لولوی یسرار جان بر سر بازار دم، مطلع نور نبی در دم یرسو بودم. بر صفت یافتم بازگشاد علم، هستی عالم تمام بود به کتم یدم. آدم خاکی نداشت مشعله روح دم، بود محمد امین سرور یر سر قدم. ذات الهی نمود جلوه در و از قدم، آینه یک نما احمد آخر زمان. در تن خلق جهان اوز بمانند جان، پرده افلاک را بردرم از این سخان. باز بر این لوح دل ثبت کنم عرف کن، تا فیکون در رسید نکته من فهم کن. مرد سخندان گذار عقل جدید کن، عقل تقدس بیار درک کلامم بکن. نخل هوس را تمام بر شکن از بیخوبان، میمز احمد برار مانده حد در شیان. بهتر از این نتون از بشر حمتون، بنده مولا صفت او بودن در جان. هستی و هست از او هم بنیان و عیان، در شب میراج او دید خدا را یقین. گرد رای دامنش کلی مهورین، خیلی ملک بر درش کم بود از خوشچین. مدحت تاها سزد بر رخیان مجبین، سوره یاسین بخوان تا لمن المرسلین. بین که خداوند دو گفت مدح محمد امین، راست روی راست بین سرور پیغمبران. اول اهل و آخر دین پروران، امت یاسی مدار دست دامان او. مثل تو چندین هزار غرقه ایسان او، هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه السلام. تشکر جناب قاری صاحب، سلامت باشین. بیننده های عزیز، دکتر عبدالمتین شهیدی استاد پنجه شرایط پنتون کابل و رئیس دکاتره افغانستان با ما هستن. جناب دکتر صاحب شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. خوش باشین، تشکر، سلامت. جناب دکتر صاحب، میشه که در بخش برنامه یک معرفی از شما داشته باشیم که شما تحصیلات را در کجا شروع کردین و در کجا ختم کردین و دکترا را در کدام رشته گرفتین؟ فعلا مصروف چی کار هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. و بعد تشکر از اینکه ما را در برنامه دعوت کردین. سلام به همه بینندگان تلویزیون طلوع. علیکم السلام. طاعت عبادت همه به درگاه هم تعالی قبول و مقبول. ما سال 1358 صنف دوی مکتب بودیم. بله.
در این سال جنگ ها بین مجاهدین و گروپ های خلق و پرچم و روس ها شروع شد و مکتب ما مسدود شد. تا سال 1363 در خانه بودیم، بیکار بودیم. سال 1363 به طرف پاکستان هجرت کردیم و تا صنف هفته در مدرسه امام اعظم رحمت الله علیه خواندیم و پس از او باز رفتیم به لیسه سید جمال الدین افغانی که در گلبهار بود و از اونجا در سال 1368 از فارغ شدیم. پس از او بسیار علاقه زیاد به زبان عربی داشتیم، چون که میخواستیم قرآن کریم رو درست‌تر بفهمیم و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشت خوب داشته باشیم. رفتیم یک معهد بود از برادرای عرب به نام معهد عالی شرعی برای تعلیم، برای تربیه معلمین. از اونجا باز زبان عربی را تقریبا 70% آموختیم. پس از او باز یک بورس آمد، ما رفتیم به طرف مکه مکرمه. در مکه مکرمه در اونجا در پانتون ام القرا شامل شدیم، چون که بست عربی مکم ضعیفتر بود، باز یک و نیم سال دیگر باز زبان خواندیم در اونجا. پس از اینکه از معهد زبان فارغ شدیم، در رشته قضا در پوهنتون شامل شدیم. 4 سال در رشته قضا خواندیم، از اونجا به تقدیر ممتاز فارغ شدیم و رفتیم به ماستری. در ماستری امتحان دادیم، الحمدلله که در بین بسیار مردم در اونجا 20 نفر می گرفت، تقریبا 500 نفر از 50 دولت اسلامی در اونجا امتحان داده بود که الحمدلله در اونجا موفق شدیم. ماستری را در رشته فقه مقارن خواندیم، در تخصص عام، در تخصص خاص در فقه حنفی بود که باز تزیس ماستری ما در رابطه با مفردات مذهب حنفی در جنایات و دیات بود. از ماستری الحمدلله قبل از مدت کور تکمیل میکرد ما فارغ شدیم. باز امتحان دادیم، در مرحله دکترا رفتیم. در مرحله دکترا باز در رشته فقه مقارن و بالخصوص به فقه حنفی بیشتر توجه داشتیم که در اونجا هم رساله ماستری یا تزیس ماستری خود تحت عنوان مسائل اختلافی بین ابو حنیفه رحمت الله علیه و صاحبین در مسائل مالی و بانکداری بود. بسیار عالی. که او را تکمیل کردیم الحمدلله که مدت دکترا در اونجا 5 سال بود، ما در 3 سال و 3.5 سال تقریبا خلاص کردیم. بسیار زیاد تلاش میکردیم چون که فارغ بودیم، مصروفیت های کاری زیاد نداشتیم. از دکترا که فارغ شدیم باز هم اونجا استاد بودیم. بله. 2 سال در پانتون ملقرا به شکل افتخاری یا مقطعی در اونجا درس دادیم. و پس از او باز هم این برادرها و دوستا بسیار زیاد اصرار کردن که افغانستان ضرورت داره و در اینجا باید بیند و لازم است. و چون که از فامیل هم بسیار وقت دور بودیم. بله. و باز کوشش کردیم که روسیه هم بعد هم تلاش باقی مانده خود در افغانستان به خرج بتیم. در سال 1389 آمدیم در پانزه شرایط پانتون کابل من حیث استاد. زنده باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، چون دوستا اشاره میکنن که وقت تمام هست. تشکر میکنم از کمپانی روشن و هپی انرژی که اسپانسر برنامه ما بود. ای بود برنامه افطاری امشب. تا فردا خدا نگهدار.